سلام رضا هستم و امیدوارم حالتون خوب باشه قبل از اینکه بریم این قسمت برنامه رو ببینیم میخواستم ازتون تشکر کنم برای حمایتاتون بریم با همدیگه این قسمت برنامه رو ببینیم و تهش برمیگردیم منم اینجا هستم با همدیگه گپ میزنیم بریم ببینیم بالاخره اون زمین کشیدمش اومده بابا می اومد هی میشس این کامنتا رو می خون پشت سر ما چیز می ما گفتیم آقا بیا ببینیم رو در رو کنیم ببینیم آره راست ببینم چی میگه اتفاقا کامنت های خیلی باحالی هم گذاشتن براتون جدی پر انرژی باحال دمتون گرم دیگه ما کلی به ما انرژی دادین دمتون گرم ایول واقعا خیلی باحاله واقعا زب کردن این برنامه حالا دیگه های رو به پایانی این فصل اوله واقعا دلم میخواد بگم که از همکاری با شما دو بزرگوار لذت بزرگ بردم. خیلی ممنون شبکه چار اگر تشکر میخواید از کسی بکنید به نام خدا نه من این کار خیلی دوست دارم که تو ما تو جمعمون میکنیم آقا موبایل کنار قبول داری؟ آره واقعا به نظرم خیلی و چقدر هم کار سختیه. من ثبت میبرم جلو بچه میگردونن میگردونم موبایل ها رو این تو بندازین. اگرم میخواین موبایلتون کار جدی دارین تو اگرم میخوان اینجا باشین واقعا تو جمع موبایل دست گرفتن به نظر من یه خیلی عرف خیلی بده. خیلی باحال بود. یه بار هم یه کار کردی. آره. آوردی آره. موبایل. خیلی باحال دیگه آدم به حوصله سر بره حرف بزنه. آفرین. بعضی بز ما... بعضی مواقع اصلا با حوصله‌مون سر نمیره. هیچی انا خیلی وقته که ما اصلا نشیدیم که وسلام سر رفته همش تو موبایل 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 بیا اینم بالاخره بحث رضا جون بحث ملال چند وقت داریم آره دغدغه آره. ذهنت شده بالاخره بحثش شد آره قخ قبلا هم با هم دیگه توی اون همون جلسه یک شنبایی که حرف می‌زنیم و احتمالاً ضبطش هم بیرون بزودی و اینا از خیلی در مورد که این موضوع ملاله برتنال راسل هم درست گفتم زبونم گرفت ما راسی صداش راسی اونم <applause> یه چیزی در مورد این داره یه مقاله جالبی داره در مورد همین ملال و حوصله سر رفتن ولی انگار سورس سورس خلاقیت <applause> یعنی وقتی ما حوصله این مغزه انقدر کار میکنه وقتی ما حوصلمون سر میره اگه به چیز مشغولش کنه که اگه نه شروع میکنه خلاقیت ولی از اون بر یه مشکالی هم داره من یه مدتی با یه جای کار میکردم یه لبی بود که کار تحقیق میکردن در مورد مایندفولنس و تفاوتش با خلاقیت به میزانی که انگار ما مایندفول هستیم یا آرامشی داریم و مایند واندر نمی کنیم حالمون خوبه انزایتیمون کمتره ولی از اون بر وقتی مایند واندر میکنیم ذهنمون داره میچرخه خلاقیتمون بیشتره و یه موقع های انگار این دو طرف قضیه است که زیادی مایندفول میشیم انگار خیلی ساکن میشیم نمیدونم اینو با تو بگی یا ولی از اون برم زیادی مایند واندر میکنیم نگران و مسترب میشیم چون مغزمون هی داره بکگراند باسه خودش کار میکنه هر جا دلش میخواد سر میزنه و هر کی دلش میخواد فش میده آره این به نظرت وسطش کجاست یا تو تجربهش کردی هر تو؟ من تجربهش نکردم من فقط اینو میدونم که بعضی موقع وقتی که حوصله آدم سر میره آدم میتونه به آیدی های زیادی فکر کنه بعض... حالا خیلی ساده ترش اینو بگم امتحانش کنیم وقتی میریم دستشویی گوشیتون بذاریم بیرون <laughs> گوشیتون بذاریم بیرون من خودم چند تا اختراع تو دستشویی <laughs> واقعا <تص worshipbird>. میگم من باره. نمیتونم من فکر میکنم اگه موبایل اون نمیتونم کارم انجام بدم جدی به لحاظ بهداشتی هم خیلی توصیه میشه که گوشی دستجویی نبرین جدی آره خیلی زیاد به خاطر اینکه یه چیزیه که نمیشوریمش گوشی و به همش هست و هی حالا نمیخوام خیلی گروس در تحقیقات جدی انجام شده که خیلی خیلی توصیه میشه که گوشی دستشوی نبریم از این نظرم خوبه که بابا یه جا به خودت یه دقیقه استراحت بده دو دقیقه چک نکن درست خیلی وقت مرده میشه ازش بهتر استفاده کرد ولی خب من قبل از اینکه موبایل چیز بیاد یه اینا بچه ها بدونم یه صندلی ای داشتم با لپتاپ یعنی oh <تصفح> نمیتونه نمیشه خب من اصلا معمولا رو نیم ساعت یه ساعتی اونجا نصف <تصفح> از کارهای من اونجا انجام بدم <تصفح> دیگه باید <بشت تصفح> فکر کنی دیگه باز فکر کنی که یه، یه، چند بار امتحانش کن چشم واقعا ذهن جالب نیست حالا جدا از همه این حرف واقعا ذهن جالب نیست که نشستی یه یه چیز رندوم بی ربط بی فایده قدیمی تکراری بی خودی یه میگه و تو اینجوری که این کجا اومد بعد اگه حواست نباشه یه هم مثلا دو ساعت داری به یه چیزی فکر میکنی که اصلا تو انتخاب نکردی بهش فکر کنی مم. مم. تو اصلا انتخاب نکردی به این فکر کنی تو داری رانندگی میکنی اصلا انتخاب نکردی به یه چیزی فکر کنی ولی داری بهش فکر میکنی جالب نیست این خ... از نگاه تو من خیلی دوست دارم این منظره رو بدونم از منظر تو و اون نگاه مدیتیشن و مایندفولنس آیا ب... یعنی میدونم که دکتر هولاکو خیلی جالب میزنه میگه خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خداگاه خیلی به نظرم حرف جالبیه نمیدونم چقدر درست یا غلطه ولی از نگاه تویی که داری فرکتیس میکنی این که یا مجارتی تایمی که ما رو مایندفول باشیم خوبه یا باید یه جاهایی هم بذاریم مغزم واندر کنه ببین یه ذره اول کتابی بگم مسئله ذهن اینه که گرایشش منفیه آها آه، ناخداغا میرسن ناخداغا اصلا یه, یه من نگتیویتی بایست داریم دیگه چون ما نوه نتیجه اون اجدادی هستیم که نگران بودن م. که قصه خوردن که از گذشته همش درس گرفتن که نگران آیندهشون بودن که هی قضاوت کردن هی سنجیدن ما نده نتیجه اوناییم اونایی که خیلی اعتماد کردن و خیالشون راحت بود خورده شدن مردن ماها این تو کودینگمونه که بهش میگن نگتیویتی بایس ذهن تو اصلا گرایش منفی داره یعنی برای, این برای ما اینجوریه 100 درصد من ما, م... ما که ایرانی هستیم اینجا یا نا که برای کلا نه 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 برای بنی بشر مثلا چون با سروایوال دیگه یعنی من واسه نجات پیدا بید. کنم گورگه نیاد آره تو نش... تو وقتی نشستی دقت کن که حرفایی که ذهنت میزنه الان تحقیقات میگه که 80 درصد افکار ما منفی هن. بار منفی دارن و 95 درصدشون تکراری هن. خب چجانه و این دلیل اینه که اون واندرینگ مایند باعث ناراحتی میشه باعث روبودن احساسای خوب ساده زندگی ازت میشه تو نشستی داری چای میخوری خب اگر حواست به چای باشه لذت چای خوردن رو میبری بدن ریلکس آرومی اگه با دوستت داری صحبت میکنی باهاش حضور داری ولی اگر نباشه خود به خود ذهنت شروع میکنه فکرایی رو ایجاد میکنه که به نفعت نیست مسئله هم. فکرهای خوب و بدم نیست positive تینکینگ و اصلا دنواری صحبت نمیکنیم بس skillful thinking فکر کردن ماهرانه فکر کردنی که فکری به چیزی بکنی که به دردت میخوره مولانا میگه فکر آن باشد که بک شاید رهی. و خیلی زیباست یه فکری بکنیم که به دردی میخوره حالا آره من یه سوال دارم ما, ما میتونیم ذهنمون و فکرمون رو خودمون مدیریتش کنیم در در مرحله دوم در مرحله اول کاری که میتونیم بکنیم اینه که انتخاب کنیم به چه فکرایی توجه کنیم و چقدر توجه کنیم ببین تو مثلا یه ماشین آبی میبینی که کنار رد میشه بعد یاد یکی از فامیلاتون میفتی که مثلا رابطه بدی باهاش داشتی خب و ذهنت در مورد اون یه فکر منفی ایجاد میکنه اینکه این فکر تولید بشه یا نشه دست تو نیست ولی اینکه بهش فکر بکنی یا نکنی دست توست چجاله به سخت نیست فکر کردن بهش که سختتر رضا جون بعد یه ساعت دو ساعت یهو میبینی حالت بده بد رسیدی سر کار یا رفتی دنبال دو دوست دخترت اصلا ازت میپرسه چته بعد اصلا میبینی اصلا به هیچ دلیل بدون هیچ دلیل واضحی حالت خوش نیست حالت گرفته است تو گذشته ای تو حسرتی چرا چون یه ماشین آبی کنار رد شد اگر حتما سخته حتما یه انرژی باید بذاری حتما یه کاریه که باید انجام بدی آره ماین مایندفول بودن آره تو داری یه اکتیویتی چی کار میکنی مثلا من خیلی جواب شده مثلا به یه موضوعی میاد یه نفر مثلا رو مخ رفته یا یه کاری کرده یه استوری گذاشته هی بهش فکر میکنم میگم چرا اینو گذاشت؟ من بعد جواب اینو بده چرا اینو گذاشت؟ خیلی یا فکر منم خیلی همون اینجوری بشیم خیلی بهش فکر میکنیم صد نمیدونم بعد چی کار کنم من رفتم قدم زدم رفتم چرخیدم رفتم ماشین پیاده شدم تو چی کار میکنی ببین من فکر میکنم اولین قدم اینه که یه لحظه علی رضا اینجوری فکر کن که تو الان تو هر لحظه این انتخاب داری که به چیزی که داری فکر میکنی فکر نکنی تو یه لحظه شاید دوباره بیاد سراغت ولی تو این لحظه من میتونم با چی کار کردن با گرفتن توجه از اون فکر و گذاشتنش روی یه، روی بدنم روی نفسم روی یه مانترا روی یه فکر بهتر روی یه چیزی که دارم میبینم توجه هم و اون دوربینه اون چرا و رو ذره بینه رو بیارم بندازم روی مثلا احساسای کف دستم برای اون لحظه دیگه به اون فکر نمیکنم ولی متاسفانه داستان اینه که خب دوباره برمیگرده دوباره اون گرایش ذهنت میره دوباره باید همین کارو بکنی. و اوایل این کار سخت و تکراریه و خسته کننده است ولی به یه جایی میرسی که کمتر میره و راحتتر برمیگرده و این بر همینه که میگن توجه مثل یه ماهیچ است تقویتش که کنی کم کم تو میتونی انتخاب کنی آقا من نمیخوام دیگه به این فکر فکر کنم دیگه کن اصلا خوابمون رو ازمون میگیره لذت لذت لحظات ازمون میگیره یه چیزی که میگه که شاید ببین این درسته یا با به این تو نمیتونی به یه چیزی بگی من فکر نمی کنم خب چون از اون از این که بگی بهش فکر نکن به اسب سفید شاخدار دم قهوه‌ای فکر نکن تصورش میکنی داری تصورش میکنه هی hey, میگی بهش فکر نکنه بیشتر فکر تو همیشه مغز ما همیشه داره به یه چیزی فکر میکنه خب حالا تو میتونی به یه چیز دیگه اونو فکر بکنی وقتی داری به یه چیز دیگه فکر بکنی به اون نمیتونی فکر کنی همین چیزی که تو داشته میگفتی بنابراین میتونی جهت فکر رو عوض کنی ریدیرکتش کنی ولی تلاش نباید بکنی که فکر نکنی به اون چون به میزانی که تلاش کنی بهش فکر نکنی بیشتر بهش ابسس میشی اصلا بهش گیر میفتی یه جایگزینی باید براش پیدا آره اصلا مایندفولنس ببخشید این حوزه شماست من خیلی خیلی آخه ما هم تو خیلی پرکتیکال اینو چیز کردیم ما خیلی علمی تر ما توی یوسی سانتا باربارا که توی لب داش که خیلی علمی این اومده بودن چیز کرده بودن که شاید چالشی بشه این کانورسیشن اون تفاوت چون مایند واندرینگ یا دی دریمینگ یا اون میریم این چشممون اون میره یه جایی داریم میریم اون خودش میتونه حالا به خاطر به قولن شاید اون نگرانی ها خلاقیت هم ایجاد میکنه آه. اصلا من اگر گیره یه موضوعی اف... افتاده باشم دی دریمینگ هم بک‌گراند داره در مورد اون موضوع فکر می‌کنه تو خوابم دارم در مورد اون فکر کنم حالا اگه از این بر کنترلش بکنم بنابراین تو میتونی فکر رو ریدیرکتش کنی ولی نمیتونی فکر رو متوقف کنی همیشه داره فکر در مورد یه چیزی فکر میکنه حالا تو در مورد چه چیزی فکر میکنی به خاطر همین یکی از امیدیت ترین چیزهایی که توی مایندفولنس و مدیتیشن استفاده میکنه که تو در مورد تنفس فکر کنی چون چیزی هست که تو هر لحظه داری انجام میدی چیزی هست که تو میتونی کانستنتلی تفکرت رو رید ریدایرکت کنی به تنفست به خاطر دیگه به اون تفکری که داره اذیتت میکنه فکر نمیکنی حالا من یه, یه, یه اصلاح خیلی محترمانه بسیار بسیار دقیق و درست من اصلاح بکنم آره. اصلا قبل اصلاح پذیر. اصلاح پذیر اصلاح پذیر من حرفم درست دور شروع کن <تصفح> <تصفح> ببین همه اینایی که میگی دقیقه ولی وقتی ما میگیم میایم به نفس تفاوتش اینجا اینه. به نفس فکر نمیکنی نفس حس میکنی حس میکنی آب ببخش من اینو میتونیم هم میشه به نفسم فکر, دلیل تاره. دلیل آره. فکر, کردن. درست ببین سیستم عصبی انگار دوتا شاخه داره یکیش حس کردنه بارماپه یکیش فکر کردن تاپ داونه خب و این دوتا علا کلنگی هن. با هم روشن و خاموش نیستن وقتی داری فکر میکنی حس نمی کنی. برای همینه وقتی تو فکر و خیالی غذا تو میخوری اصلا طعمشو رو هیچی حس نکردی یا وقتی مگه من دارم با تو حرف میزنم دارم فکر رو خیال میکنم نمیشنوم چی میگی م. خب. یا به اندازه ای که دارم فکر میکنم نمیشنم حس کردن از بدن شروع میشه و تو شروع میکنی حس کردن وقتی شروع میکنی حس کردن یهو متوجه میشی که من ناخداگاه دیگه فکر نمیکنم کنم دو تا راهه یکی اینه که به جای اون فکر حس کنی یکی اینه که علیرضا میگه به جای اون فکر به یه چیز دیگه فکر کنی اونو نه زور نزنی که کنسلش کنی به جاش به یه چیز دیگه فکر کنی خب مانترا اینه دیگه مم. آقا قدیم ذکر میگفتن که اون ذکر گفتن فایده ای نداشت به دلایلی که اگه بخوام میشه اماش صحبت کرد ولی مانترا اصلا ایدش اینه به جای اون فکره یه چیز دیگه بذار یه چیزی که لااقل ضرر نداره جالب گفتی من اه... یه جا رفته بودم یه ساندویچ میخوردم خیلی جالب بود یه نفر تلفن زنگ زد من اصلا فکرم یه جای دیگه بود با این داشتم تلفن صحبت میکردم ساندویچ هم میخوردم بعد که ساندویچ تموم شد تلفن هم تموم شد واقعا انگار چی چیز عجیبی بود اصلا حس شک کرده بودم دوباره ولی لذت اوردر داد ولی لذت شما رفته اوردر داده و این واقعا بچه صادقانه کمک من خیلی کرده و خب هم میبینید زمینه کارم من الان تو اینه و فقط صادقانه به خاطر اینه که اینقدر تاثیر خوب ازش دیدم چون این افکار دارن نگاه ما رو به زندگی رقم میزنن این افکار دارن احساسات ما رو رقم میزنن تا اگه یه یه فکر بیاد سراغت که مثلا من تو زندگی به جایی که میخواستم نرسیدم یه لحظه قشنگ میشه ذهن میگه یه همچین حرفایی دیگه و تو اگه باورش کنی اصلا میری یه ور دیگه ای یه ها متوجه میشی اصلا از یه جایی سردم میاری که قرار نبود سردر ولی اگه متوجه بشی این فقط یه گرایش ذهن من برای داشتن یه نگاه ناسازنده و غیر کاربردی به زندگیمه و فقط متوجه بشی با یه لبخند واقعا یا بدون لبخند بی اعتنا باشی بهش بگی این یه حرفیه که ذهن من میزنه و من برام خیلی مهم نیست ذهنم چی میگه دوباره توجهتو بیاری به اگه داری راندگی میکنی فرمون رو زیر دستت به درختار رو نگاه میکنی یا هر چیزی که به دردت میخوره هر چیزی که برات کار میکنه اون احساس بده رو اسکیت میکنی اون... حالا اون برش هم بگو بگو خلاقیت من در مورد این خلاقیت این جنبه ای که تو میگی خیلی در موردش اندازه تو تحقیق ندارم خب ولی چیزی نه، که تجربی بگو آه. آره آره به لحاظ اه... تجربی چیزی که هست اینه که اولا به لحاظ علمی من میدونم که مدیتیشن در طولانی مدت به خلاقیت کمک میکنه دلیلش دلیلش اینه که وقتی من دارم من خودم گیتار میزنم خب وقتی دارم گیتار میزنم کاملا کیفیت آهنگی که دارم میزنم ارتباط مستقیم با این داره که آیا حضور دارم دارم گیتار رو حس میکنم دارم موسیقی رو میشنوم و یا اینکه تو فکر و خیالم خب اگه تو فکر و خیالم خلاقیتم تو اون لحظه خیلی کمه یا مکانیکال میزنم که خیلی بیروحه یا اینکه در واقع اصلا غلط و غلط میزنم حالا اینکه دقیقا اون جنبه که تو میگیرم میشه حسش کرد توی این مایند واندرینگه بالاخره تو اگه مثلا چهار سال تو یه جای بزرگ همینجوری رو زمین بگردی شاید یه مرواریدی یه چیزی هم یه تیکه طلایی هم یه تیکه پولی هم پیدا کنی ولی آیا میارزید به اون همه مایند واندرینگ و یکی از جامعه ترین تحقیقات نور ساینت، نورساینسی که انجام شد بین سه تا دانشگاه معتبر بود حالا نمیخوام اسمشون رو بگم یکیشون استنفورد بود دو دیگر رو یادم نیست بعد 15 سال به این جمله رسیدن که wandering mind is an unhappy mind ذهن سرگردان ذهن غمگینه به خاطر همون دلیل نگتیویتی بایسه که تو نشستی یهو ذهنت میگه آه، من زندگی خوب نیست یا مثلا ای کاش مثلا قدم بلندتر پر تو پر. ولی همین میخوام میخوام فانکشنش رو بگم احتمالا یه تولید نیاز این قمه یعنی ما وقتی آدمایی که تو طول تاریخ اثر هنری خلق کردن خیلی هاشون خیلی غمگین بودن و انگار برای رهایی از اون غم اون خلاقیت رو درست میکردن اون نیازه که توی اون واندرینگ ایجاد میشده رو تبدیل میکردن به شعر تبدیل میکردن به موسیقی تبدیل میکردن به رمان تبدیل میکردن به نقاشی و اون خیلی انگار خیلی یک چیز چی بهش میگن پیش همه اینجوری بوده اون قدیمیایی که این اتفاق براشون یعنی هنرمندها انگار موازی بودن با غمگین و ناراحت بودن که این روزا هم داره خیلی باهاش میاد که انگار یک کسی که اینتלקچواله باید خیلی هم کمتر بخنده و اینجوری ها آدمای <تصفح> لباس آدم شاد آدم نپوشه و آدمای غمگین انگار خود عمیق‌تره آره اصلا اینتלקچوال نمایی هم اینه که خودتو به غم بزنی مثلا یکی هم که داره میخنده سبک نباش مثلا میخنده هیچ از این دنیا نمیدونه والشوالش که چیه؟ مثال دم علی بیغمه آره حالا ولی ولی میگم یعنی اون بر بشم اگه نگاه کنیم یه بار یه برنامه داشتیم در مورد غم صحبت کردیم که برنامه اول بود فکر کنم چیزایی که در مورد غم صحبت کردیم که یه فانکشنی داره شاید اگرم به اون فانکشن نگاه کنیم اون حسرت اون احساس گناه اون گیلت فیلینگ رو دیگه نداریم که میدونی یه موقع یه چیزی رو با داریم حس میکنه یه موقع اون ارزش گذاری هست که چرا من غمگین بودم خب غمگین بودی چون غمگین بودی تونستی مثلا یه ملودی خفن بزنی که وقتی شادی نمیتونستی بزنی شاید هم وقتی شاد باشی هم بتونی بزنی میشه واقعا شاید <applause> اینو متوجه نمیشم که میگی حتما باید قمگین باشیم تا یه اثر هنری بیاد حتما نگفتم گفتم همیشه تو تلتران پارالل به صورت موازی رفته بیشتر اوقات خیلی موقع آدم اونجوری هم بودن ولی انگار دم و ناراحتیه یه تولید نیازی میکرده که برای فرار از اون حسه انگار آدم رو میآورده به اون ملانکولی یا اون حزنی که اون نگاه به تو میداده انگار شروع میکردی تو از این محدوده های واقعیت میومدی بیرون و شروع میکردی خلق کردن شروع میکردی به ایجاد کردن یه ای چیزی که از این زندان واقعیت فرار کنی شاید هم یه تنهایی می اون قمه یه جوری یه جوری تو رو تنها میکرده خودت با خودت تنها بودی و خودت رو حس چه جالب می کرده. گفتی تنها میکرده یا از تنهایی قم می اومده نه وقتی که تو به یه غمی میرسی من،, من خودم وقتی غم تجربه کردم وقتی من پدر بزرگم از دست دادم اصلا نمیخواستم کسی رو ببینم رفتم تو محل کارم درم بستم و تنهای تنها بودم وقتی که تو تنها میشی همونطور که حسین میگه میتونی خودت رو حس کنی شاید دلیل اون محیطه اون غمه باشه ولی بعدش هی hey, با خودت میشینی فکر میکنی با خودت تنهایی اشک میریزی با خودت رو حس میکنی کنی و وقتی که خالی میشی میتونی شاید یه اثر هنری بسازی کاش رضا رو زودتر میبوریم تو برنامه خودتو تو خیلی بهتر هر از یه چیزایی میدانه هر از یه چیزایی ببینیم من یه،, یه،, چیزی که دوست دارم اینجا تزریق کنم به بحث اینه که من احساس میکنم غم خیلی خیلی ارزشمنده واقعا این چیزی که تو میگی تجربه ای که من پدر وقتی یکی از عمیق ترین تجربیات زندگی ما داشتم و خیلی برام سازنده بود ولی اینکه تو پشت فرمون به چیزای منفی که واقعا وجود ندارن اینکه که مثلا من چرا عقب افتادم تو زندگی فکر کنی این غم ایجاد نمیکنه اگر هم غم ایجاد میکنه از اون جنس غمی نیست که تو دوستش داری قمی که تو دوستش داری اینه که با عشق زندگیت بریک اپ کردی یه عزیزی رو از دست دادی یه تجربه پروفاوند معنیداری رو داری حس میکنی نه اینکه مثلا آ چرا بقیه هم من خوشگل دارم این برای تو سازندگی نداره یا لاقل عموماً نداره امومن یا یا لاقل هزینهش بیشتر از یا احتمالاً نداره احتمالاً نداره احتمالا نداره, نداره. کما اینکه غمم میتونه نداشته باشه امومن. خب از اونم باید خوب استفاده بشه باید چنل بشه نیرویی که باید چنلش آفرین کلمه آره. این آره. چنل شدن یعنی اون حسه که حسه آره. حالا هر چیزی آره. هست آره. اون حسه که حسه حالا باش چیکار میکنی آره. اون سوال آره. ماجراست و اینکه واقعا بعضی این موقع ها ببین زندگی به اندازه کافی غم داره خب این که مثلا تو عزیز از دست میدی این که بریک اپ میکنی این که با خودت تنها میشی زندگی به اندازه کافی غم داره من به نظرم ما واقعا ضرورتی نداره با بد فکر کردن بهش اضافه کنیم یا اینکه غمگین بشیم از اینکه غم داریم یا اینکه غمگین بشیم از اینکه غم داریم اونم یه نوع اضافه کردنه و اصلا خیلی قشنگ اتفاقا اینکه پذیرفتن یه حس منفی یه حس مثبت همین خیلی حرف بعضی وقتا هم که ما غم و با بیحالی اشتباه میگیریم آره. فکر کنم آره. یه بارم خود اینو اشاره کردی به این وقتی که ما شروع میکنیم به مقایسه کردن چرا فلانی مثلا میام یه پیج اینستاگرام بزنیم چرا فلانی ده هزار تا فالوور داره من مثلا صد تا دارم اصلا بیحال میشیم حالمون بد میشه بعد شروع میکنیم سکرول کردن اینستاگرام یا مثلا جاهای دیگه من خودم درگیر این بودم مطمئنم خیلی از بچه ها درگیر این موضوع بودن که بعضی از موقع صبح اصلا نمیخوای از جاد بلنشی اصلا انقدر بیحالی این با قم اصلا زمین تاسمون فرم میکنه ببینم تو خودتو مقایسه میکنی با بقیه خب خوبم که نه ولی بل... <تصالح> <تصالح> هر موقع مقایسه میکنم برنده بیرون میام میبینم که اوکی خیلی هم اونا چقدر گناه دارن بقیه رو پس با خود مقایسه میکنم به شکل غیر سازندش منظورم فکر میکنم من. که حالا خارج شویم فکر میکنم که اصلا ما در باز در مورد هم حرف زدیم چرا خوبه که هی داریم مرور میشه این گفتگوهایی که کردیم ما برای تشخیص موقعیتمون در دنیا نیاز داریم که تناسبمون رو تناسب, تناسب خودمون رو با دیگرون رو بسنجیم ببینیم ما در قیاس با دیگرون کجا وایسادیم این به نظرم یه چیز درسته باید باشه چیز مثبتیه یا لاغت چیز منفی به خودی خودش نیست اینکه این ارزش این یا ضد ارزش باشه شاید اون چیزی است که ناراحت کننده است اینکه من الان قدم انقدر رضا قدش انقدر از من بلندتره این یه واقعیته ولی اینکه رضا قدش بلندتره پس بهتره اون چیزی است که شاید این هم یه واقعیت نه واق... <مت, تصفيق> <مت> رضا ببین خودت در این کار رو میکنی بابا حسین دیگه حواستو نمیه باشه خیلی خوب بود نه دوست من که یه مریضی دارم لذت میبرم از این خب این قسمت برنامه رو دیدیم چطور بود؟ دوست داشتین؟ برای ما مثل همیشه نظرات و پیام های خودتون رو بفرستین خودتون میدونید که نظرها و کامنت ها و پیام های شما خیلی برای ما مهمه مثل همیشه اگه برنامه رو دوست داشتین برای رفقاتون بفرستین شیر کنین استوری کنین دمتون گم مراقب خودتون باشین تا برنامه بعدی با هم در تماسیم